دوستان عزیز و گرامی امیدوارم که زنده و سلامت باشید یکی از کتابایی که در طول سال گذشته خوندم یا بهتر بگم که کتاب صوتیش رو شنیدم اما خب به دلایلی امکانش فراهم نشد که تا الان راجع بهش صحبت کنم کتابی هستش از فرانس دووال میمون شناس یا نخستی شناس هلندی چاپ سال 2022 به نام کتاب دیفرنت متفاوت که به بررسی تفاوت‌های بیولوژیک جنسی و رفتارها و نقش‌های جنسیتی در جامعه میمون‌ها می‌پردازه. در این قسمت فقط سعی می‌کنم که طرح مسئله بکنم اینکه چرا این کتاب اهمیت داره. دوباره همون سوالی که اصرار دارم ما در هر موردی از خودمون بپرسیم هر کتابی که شروع می‌کنیم. چرا این کتاب در زمان حاضر نوشته شده و چرا این کتاب در زمان حاضر مورد توجه قرار گرفته هر دو سال برای اینکه حرف تکراری نزده باشم ازتون خواهش میکنم که یکی از مقاله های صوتی من رو در مباحث میان رشته ای برگردید و دوباره بشنوید موضوعی بود به نام سیاست ورزی هویت محور یا سیاست ورزی هویتی identity politics به طور خلاصه منظورش اینه گاهی در جوامع انسانی هویت ها که به طور معمول پیچیده چند لایه و با رنگ بندی های متنوع هستند ساده میشن یک موضوع خاص تبدیل میشه به نماد یا پرچم برای هویت و حول اون موضوع خاص صفکشی و لشکرکشی اتفاق میفته عواطف انسانی در اون زمینه بسیار تند میشن درک عاطفی هیجانی دیدگاه طرف مقابل خیلی خیلی سخت میشه سطح خشونت و نفرت بالا میره و گفتیم که سه تا تئوری وجود داره که چرا این اتفاق میفته و همه مطالب رو در اون مقاله صوتی با هم دیگه صحبت کردیم و بحث کردیم به عنوان مثال یکی از مواردی که میرفت به سمت اینکه تبدیل بشه به موضوع آیدنتिटी پالیتیکس موضوع ماسک بود در دوران کووید یکی دیگرش که به صورت مقطعی و موقتی تا حدودی به این موضوع تبدیل شد مسئله گوشتخاری و گیاهخواری بود. به عنوان مثال زمانی بود در استرالیا چند سال پیش که گیاه خارا چندین راهپیمایی برگزار کردند در مقابل رستوران ها مثلا ستیک هاوس ها، کبابی ها و در مقابلش گفتیم یکی از ویژگی های آیدنتیتی پالیتیکس اینه که گروهی رو در مقابل خودشون القا میکنن. همون شب طرفداران گوشتخاری اومدن تو توییتر و استیکاشونو تویت توییت کردن پست گذاشتن و اعلام انزجار کردن از کسایی که گیاهخوارن اینا خیلی مثالهای های کوچیک موقتی و محلی این داستان هستش یکی از موضوعاتی که به صورت فراملیتی در کشورهای مختلف جهان داره تبدیل میشه به آیدنتیتی پالیتیکس و گسل زیادی رو فعال کرده و به صورت تصاعدی داره قضیهش سختتر و جدیتر میشه گسل مسئله و پرسش جنسیت که در زیر چتر این سوال خیلی چیزا قرار میگیره یکی این که تفاوتهای جنسیتی در انسان مبناش چیه؟ آیا قراردادی حاصل فرهنگ و سنت و تاریخ و اینجور چیزاست؟ یا اینکه مسئله از این حرفا بنیادی تره؟ و اینکه واکنشمون به این موضوع چی باید باشه؟ آیا گرایی طبیعیه یا غیر طبیعی آیا جنسیت رو انسانها باید کشف بکنن یا اینکه جنسیت کاملا یه چیز انتخابیه؟ وقتی آدمهایی دوچار سرگشتگی یا سردرگمی جنسی میشن روی کرد مناسب و درست چیه؟ جایگاه دولت و حکومت در شکل دادن به این روندها باید چی باشه؟ چقدر باید دخالت کرد یا چقدر باید دخالت نکرد؟ آموزش و پرورش نسبت به این موضوع باید چه دیدگاهی بگیره؟ آیا باید به شک و سردرگمی جنسی در نوجوانها دامن زد یعنی سوالهاشون رو بیشتر کرد بهشون بگیم خب شما وقت دارید فعلا انتخاب نکنید مثل انتخاب رشته میمونه یا اینکه باید بذاریم عموم مسیر خودشون رو برند و در عین حال در مقابل کسانی که تصمیم متفاوتی میگیرن خلاف جهت عموم حرکت می‌کنن روادار باشیم و تولرانس داشته باشیم. میبینید که همه این مسائل کم و بیش رنگ سیاسی به خودش میگیره و جدای از سیاست نمیتونه باشه. و اگر تا حدودی حواستون به اخبار دنیا تا حالا بوده باشه احتمالا میدونید که دو کمپ یا اردوگاه یا دیدگاه که در این زمینه شکل می گیرن کما بیش منطبقن با دو حزب اصلی آمریکا حزب دموکرات و حزب جمهوری اگه بخوام خیلی ساده و شاید عوامانه موضوع توصیف بکنم یک گروه از این دو حزب در شکل افراتی و حد اکثریش باور به این دارن که پسرها شیرن مثل شمشیرن دخترها موشن مثل خرگوشن مردی گفتن زنی گفتن و در مقابلش در مقابل حزب جمهوری خواه در قطب حد اکثری دموکرات ها یا لیبرال ها گروهی قرار میگیرن که میگن جنسیت کشف کردنی نیست بلکه کاملا انتخابیه دوما قراردادیه سوما هیچ یک از انتخابها یا قراردادها بر هیچ کدوم دیگه ترجیحی نداره و رفتار کاملا یکسان رو میطلبه و تشویق و ترغیب در واقع همسانسازی جنسی و جنسیتی یه قدم مثبت در جوامه هر دو گروه نسبت به گروه مقابل نظرات بسیار تندی دارند که باز اگه بخوام تکرار نکنم میتونید به همون پادکست سیاست ورزی هویت طلبانه رجوع بکنید. سعی کردم در واقع اون سپهر عاطفی هیجانی هر دو گروه رو ترسیم بکنم و واقعا موضوعش هم فرق نمیکنه میخواد موضوعش ماسک باشه، گیاهخواری و گوشتخواری باشه، سنت و مدرنیته باشه، پولدار فقیر باشه یا همین قضیه جنسیت. احساسی که هر کمپ و هر اردوگاه نسبت به خودش داره و احساسی که نسبت به اردوگاه مقابل داره یه سری معلفه ها و ویژگی های ثابت داره که در اون پادکست صحبت کردم اما مشخصا در مورد این قضیه جنسیت و نقش های جنسیتی رفتارهای جنسیتی مبتنی بر جنسیت یک پرسش بنیادی که مطرح میشه و چیزی که هر دو گروه میرن سراغش و سعی میکنن که از اون برای خودشون مبنای عقیدتی ایدولوژیک به تراشن بهش استناد بکنن و طرف مقابل رو حذفش بکنن مسئله بیولوژی و زیست شناسی این که آیا تفاوت‌های جنسیتی در انسان مبنای بیولوژیک داره، مبنای زیست شناختی داره یا قرار دادیه؟ یعنی خیلی ساده و خلاصه علم چی میگه این وسط؟ و میتونم بگم که هر دو گروه تا حدودی سعی میکنن که علم رو بکشن سمت خودشون روی اون شواهدی تاکید بکنن که به نفع اردوگاه خودشون هست و غیر از این دو گروه که تصمیمشون رو از قبل گرفتن اون گروهی که این میان هاج و واج موندن و نمیتونن سایدشون انتخاب بکنن هم اتفاقا علاقه دارن که بدونن موضع علم چیه علم چی میگه این وسط زیست شناسی رایش و حکمش چیه و خب کتابهای خیلی زیادی نوشته شده که طبیعتا بخش بزرگیش کتابهای های روانشناس دانشمندان علوم شناختیه و تا حدودی هم جامعه شناسا. برای اینکه سوال مشخصا در مورد انسانه اما یه روی کرد به این قضیه هم اینه که برای حذف نقش فرهنگ و جوامع انسانی نقش قراردادها نقش سنتها نقش تمدنی ما بیاییم بریم سراغ عالم جانوری و باز از اون میان مشخصتر بریم سراغ اونهایی که در عالم جانوری از نظر ردبندی فیلوژنیک به انسان از همه نزدیک ترن. ها خانواده هامینید یا در خانواده هامینید پرایمیت ها میمون های عالی یا نخستی ها ببینیم اونا ساختار خانوادگیشون ساختار سلسله مراتب طبقاتیشون یا جوامعشون چجوری شکل گرفته مسلما نمیتونه الگوی کاملی باشه برای انسان و یک راست و یک پارچه نتیجه کرد در مورد انسان ها کسی هم این حرف رو نزده و ما همچنین ادعایی نداریم و نویسنده این کتاب کتاب دیفرنت فرانس دووال هم به هیچ وجه چنین ادعایی نداره و مکرر تو کتابش به این موضوع اشاره میکنه اما به هر حال این برای خیلی جالبه که در جامعه میمون جنسیت بیولوژیک چه چیزایی تعیین میکنه و نقش های جنسیتی و رفتارهای مبتنی بر جنسیت چیزی که الان بیشتر بهش میگن جندر اون مورد اول جنسیت بیولوژیک رو بهش میگن سکس و رفتارهای تعیین شده و نقشهای تعیین شده مبتنی بر جنسیت رو بیشتر در مورد انسان بهش میگن جندر. ببینیم هر کدوم اینا تا کجا پیش میره و چه چیزایی رو در میمونهای عالی رقم میزنه و شکل میده. دلیلی که این کتاب رو انتخاب کردم اینه که واقعا میشه گفت فرانس دووال یک نخستی شناسه، معتبر و تا حدود بسیار زیادی طرفه. یعنی به هیچ یک از دو کمپ تعلق نداره و ارزش و اعتباری که به رشته تخصصی خودش میده و اون کنجکاوی کودکانه ای که داره برای کشف حقیقت خیلی خیلی براش بیشتره تا علایق سیاسیش یا دلبستگی ها و افیلیشن سیاسی که دنبال میکنه نمیخوام بگم که هیچ دیدگاه سیاسی شخصا نداره نه اینجوری نیست شاید تا حدودی بشه گفت فرانسووال یک انسان دموکراته. دموکرات نه به معنی حزب دموکرات آمریکا، هیلاری و بایدن، به معنای ارزشگذاری به دموکراسی و بسیاری از مفاهیم فلسفی روشنگری. اما گفتم اون چنان علاقمند و کنجکاو در رشته تخصصی خودشه و اون چنان نظرات مبتنی بر شواهدی داره که اجازه نمیده حتی این دیدگاه سیاسیش هم این دیدگاه کلی سیاسیش هم دخالتی بکنه در انتخاب فکت‌هایی که مورد تاکید قرار میده و شاید اتفاقا به همین خاطر باشه که خیلیا خارج از هیته علوم طبیعی یا روانشناسی علوم شناختی رفتاری جامعه شناسی انسان شناسی فرانس دووال رو نمیشناسن یعنی فرانس دوال یه نویسنده مشهور برای عموم نیست مثل مثلا فرض کنید هراری یا پینکر نیست ولی این به هیچ وجه به هیچ وجه به این معنی نیستش که اعتبار کمتری داره صرفا به این معنیه که یک شخصیت شبکه اجتماعی یا اینفلوئنسر نیست و نبوده روشی که فرانس معمولا پیش برده اینه که به صورت آهسته و پیوسته و بسیار پیگیر مشاهداتی رو که در طول چهل سال به صورت فیلد ستادی مطالعه میدانی در نقاط مختلف دنیا در مناطق حفاظت شده، در پارک ها، در باغ وحشا، در آزمایشگاه ها سبت و جمع وری و مطالعه کرده در قالب مقالات و کتاب هاش به جامعه علمی اعلام کرده، پیگیرش بوده در مواردی که شواهد ادامه پیدا کرده روش اصرار کرده خیلی ملایم حتی میتونم بگم با خوشخلقی و تا حدودی دیپلماسی و اینا رو جا انداخته یعنی در مقابلش چالش و مقاومت کم نبوده در بسیاری مسائل نظرات فرانس طول کشیده تا جا بیفته و جامعه پرایمتولوژیست و زوالوژیست جانورشناس اون حالت اولیه پیشفرزشون قبول حرفای فرانس نبوده. میخوام بگم که یه تنه فکت های زیادی رو وارد بدنه علم نخستی شناسی و جانورشناسی و زیست شناسی کرده. و همیشه در مورد رفتارشناسی یکی از کسانی بوده که دیگران کنجکاو بودن نظرش رو بدونن. در حال حاضر استاد رفتارشناسی پرایمیت ها در دپارتمان روانشناسی دانشگاه اموری در آتلانت هاست. جامعه علمی ایران هم فرانس خیلی خوب میشناسن و فکر میکنم که از بین کتاب زیادی که فرانس دوال نوشته تعداد قابل توجهیش به فارسی ترجمه شده باشه. غیر از کتاب آخرش کتاب دیفرنت سال 2022 کتاب های قبلیش مثلا کتاب ماموز لاست هاگ آخرین آغوش ماما یا کتاب دیگرش Are we smart enough to know how smart animals are؟ آیا ما اونقدر باهوش هستیم که بتونیم بفهمیم حیوانات چقدر باهوشن؟ بونوبو و آتئیست اصر همدلی میمونها و فلاسفه میمون درون ما پیچیدگی جامعه حیوانی درخت ریشه ها اینا بعضی از کتاباش هستن اگه بخوام به طور کلی بگم فرانس دوال خیلی تاثیر داشته که اون دیدگاه ساده یا تقلیل گرایانه نسبت به جهان جانوری تغییر بکنه و خیلی از نظراتش در تقابل قرار میگیره با اون دیدگاه هابزی که حیوانات بسیار درنده هستند زور و قدرت تنها چیزیه که در جهان جانوری تکلیف رو مشخص میکنه و این تصور که سلسله مراتب قدرت در جهان جانوری خیلی ساده تصمیم گیری میشه راجبش. فرانس اومد و همه این بحثا رو بهش زرافت داد متوجه پیچیدگی های روابط بین میمون ها در جوامع خودشون شد متوجه شد که جنبه های زیادی از همدلی، اخلاق، رفتار منصفانه در بین میمون ها وجود داره و اینا چیزایی نیستش که ما بخوایم فکر بکنیم که اولین بار انسان اینا رو در و به اینا رسیده همچنین متوجه شد که بسیاری از رفتارهای ماکیاولیستی یا توته گرانه یا دیپلماتیک هم خاص و ویژه انسان نیست و در میمونها سابقه داره یعنی در واقع نمیخواست فقط بگه که از همینجا میتونیم رگه های این قضیه رو ببینیم که نمیخواست یک برنامه سیاسی رو پیش ببره که بگه حق با روسو بود و اتفاقا شرافت و پاکی و فرشته خصلتی در حیوانات دیده میشه و انسانها ها بد جنسا نه دید که در اونا هم همون ماکیاولیسم اتفاقا میتونه وجود داشته باشه و سیاسی کاری کنن دیپلمات باشن و همیشه دیدگاه متعادل خودش رو حفظ کرده یکی از جنبه های دیگه که شهرت فرانس دووال به اون برمیگرده اینه که یک گروه دیگه از میمون به نام بونوبوها رو از سایه شامپانزه درآورد شاید قبل از تلاش فرانس و همکارانش دیدگاه جانورشناسان این بود که تا وقتی شامپانزا هستن کی میره باها رو مطالعه کنه باها رو خیشاوند ملالنگیستر کوچولوتر کم اهمیتتر شامپانزه ها می دونستن. ولی فرانس متوجه شد که این گروه تفاوت های خیلی زیادی دارن با شامپانزه ها که حالا در این کتابم مطرح میشه در کتاب قبلیش هم مرتب مطرح کرده رفتارهاشون به کلی فرق میکنه ساختار جوامع بونوبوها با شامپانزه ها به شدت متفاوت سلسله مراتب طبقاتیش متفاوته و خلاصه بونوبا رو از سایه خارج کرد از جد خیلی هیجان ایجاد کرد در جامعه علمی و در عین حال یه مقدار جپگیری در موردش ایجاد شد بعضی از نظرات ارائه کرد مصادره به مطلوب شد و خلاصه فرانس دووالی که همیشه یک دانشمند مبتنی بر شواهد بوده یه مقداری از این جنبه کارش یعنی بونوبا حرفاش و نظراتش راه پیدا کرد به جراید و رسانه ها و مردم باش بیشتر آشنا شدن اما هیچ از این موضوع استفاده در این جهت نکرد که مشهور بشه یعنی قسمت جذاب مقالاتش و نظراتش رو بگیره و خودش رو مارکت کنه برای خودش بازاریابی بکنه از این جهت شخصیت خاصی داره و خیلی این جنبه کارش جذابه. در واقع میتونم بگم که فرانس دووال یک دانشمند مشتری مدار نیست و این کتابشم دقیقا در زمانه نوشته میشه که ارائه شواهد علمی به صورت بیطرف و متعادل ممکنه که هر دو گروه رو معذب بکنه. چه اردوگاه جمهوریخواها محافظ کاران مشخصاً با عنوان نماینده آکادمیکشون جردن پیترسون که اعتقاد دارن تفاوت‌های میان زن و مرد تفاوت‌های بنیادی بیولوژیکه و چه اون اردوگاهی که اعتقاد دارن همه چیز تعیین شده فرهنگ و تاریخ و تمدن و سنت و قراردادیه هر دو گروه به یکسان ممکنه که از خوندن کتاب فرانس دووال معذب بشن به نظر من یکی از معیارهای مهم علمیه که سعی میکنه فراتر از جریان بیست و تسلیم ترندها ها نشه. در این حال فرانس دووال ذهن بسیار عمیقی داره و حرفاش از تنز و کنایه هم تا حدودی خالی نیست. به با عنوان مثال به این جملهش فکر بکنید. فرانس دووال اعتقاد داره که همدلی امپاتی در مغز انسان جایگاهش بسیار عمیقه یعنی از نظر ردبندی تکاملی بسیار باستانیه و خیلی زود شکل گرفته تا جایی که ما همدلی رو در موش ها هم میبینیم و به همین دلیل فرانس دوال به ما میگه که زیاد سیاست مدارا رو با موش ها مقایسه نکنید اگه خواستید سیاست مدارا رو با موش مقایسه کنید دوباره فکر کنید در مورد فطرت و ذات انسان گفتم که نه دیدگاه روسویی داره و نه دیدگاه هابزی و یکی از جملات معروفش اینه که انسان ها بای ترین و دو قطبی ترین میمون ها هستن نه کاملا خشن و بیرحمن و نه کاملا هیپی و وارسته و سلطلب طلب وی آر بای the most موست بایپولار ما دو قطبی ترین میمون ها هستیم در مورد آتئیسم هم اون دیدگاه سنتی و ارتودکسی که امثال داکینز و پینکردارن رو نداره در کتاب بونوبو و آتئیست میگه که آتئیزم نیاز داره که به به یک چیز دیگه ادغام بشه با یه چیز دیگه یه چیز سازنده تر از این که همش بخواد مقابله بکنه با مذهب و تازه اون وقتی که میتونه در زندگی ها نقش بازی کنه و اون چیزی که از نظر فرانس دووال باید در آتئیزم وارد بشه و جدی گرفته بشه پذیرفتن اینه که همدلی و اخلاقیات بخشی از طبیعت گونه انسانه. بنابراین با این مقدمه در روزهای آینده مرور و بحث کتاب دیفرنت آخرین کتاب فرانس سوال رو شروع میکنیم و حواسمون هم هست که احتمالا هر دیدگاهی از پیش داریم شواهد مطرح شده در این کتاب ممکنه که ما رو تا حدودی معذب بکنه. باید منتظر بمونیم خیلی زود قضاوت و نتیجه گیری نکنیم تا همه حرفای فرانس دوار رو بشنویم. از اینکه شنیدید، ما